حوصله ندارم برات بگم چرا. چطور شد؟ فقط برات میگم که از سال دوم اگه عزاداره یه راست میامدم خونه و جای دیگه نمیرفتم، زنم خیال میکرد جای ندارم که برم. اگه به زن دیگه ای نگاه نمیکردم خیال میکرد عرضه ندارم. یادت چند دفعه از من پرسیدی این عکس کیه؟ همین دوستتون؟ آره یادمه. مومنت همیشه به تو گفتم یکی از دوستان قدیمیمه، اما این دوست من نبود، نجات دهنده من بود. نجات دهنده شما؟ بله، نجات دهنده من. تصدقت بشم زن من با همین عرب نتراشیده یه نکره گذاشت فرار کرد. فرار کرد؟ شما هیچ کاری نکردی؟ طلاقش دادم، رفت زن همین عبدالقادر بغدادی شد. این مردی که زنتون دوزیده شما عکسشو خواب کردین گذاشتین جلوی چشمتون. تو هنو بچه ای، بیا بشی. بیا اگه توی دریا غرق شده باشی و اون لحظه ای که داره جون از تنت در میره یه نهنگ پیدا بشه نجاتت بده، شکلش به چشمت از ستاره های سینمام خوشگلتر میاد. عبدالقادر کریه‌المنظر همون نهنگه که به نظر من از مارین دیتریش هم خوشگلتر. بده خوب نگاش کنم. حالا چرا عاشق عبدالقادر شد؟ من با ظرافت با زنم حرف میزدم، عبدالقادر با زمختی و خوشونت. من روزی یه بار همون میرفتم، عبدالقادر ماهی یه بار. من با نهار حتی پیازم نمیخورد، عبدالقادر یک کیلو سیر و تروبسیا میخورد. من شعر سعدی میخوندم، عبدالقادر آرخ میزد. وقتی چش زنم من بیهوش بودم، عبدالقادر باهوش. من زمخت بودم، عبدالقادر ظریف. فقط به گمونم عبدالقادر مسافر خوبی بود. دست و سفرش محشر، یه پاش اینجا بود یه پاش سان فرانسیسکو. اما اصطلاح چرا اینا رو برای من تعریف کردی؟ ذهنت باید یه کمی روشن بشه، چیزایی رو که بعدا خودت خواه نخواه میفهمی میخوام زودتر به تو بفهمونم.